دوستای خوبم، مرسی که هر جمعه ویدیوهای منو نگاه میکنید، منو حمایت میکنید و برای من کامنت های خیلی قشنگ و مفید میذارید. من مهدی هستم، امروز اومدم طبق اون چیزی که بهتون گفته بودم در مورد چیزهایی که توی این دوران گرفتم و واقعا برام مفید بود باهاتون صحبت کنم. هیچ کدوم از این وسیله هایی که اینجا هستن اسپانسر ویدیوهای من نیستن، ما هیچ کار مشترکی با اینا نمی کنیم، فقط من وسیله‌هاشون رو گرفتم و مدت طولانی دارم استفادهشون میکنم و واقعا راضی بودم. و اگه شما دنبال همچین وسیله هایی میگردید بهتون بگم که خب تجربه من این بود و اگه میخواین میتونین ازشون استفاده کنید. ویدیوی قبلی بهتون گفتم که من تو این دوران خیلی صورتم به خاطر ماسک جوش زد و من واقعا نمیدونستم باید چیکار کنم با این جوش ها و خیلی ماسک های مختلف رو شروع کردم از یوتیوب یا مقاله هایی که نوشته شده بود یا تجربه دیگران استفاده کنم و روی صورتم انجام بدم. بیشترشون کارهای طبیعی بود و واقعا هم نتیجه گرفتم. ماسکی که روی صورتم میزدم رو توی یه ویدیوی دیگه براتون کاملا با دیتیل و کامل براتون توضیح میدم. ولی چیز دیگه‌ای که خیلی برای من مهم بود این بود که ماسک‌های مختلف پارچه‌ای خریدم، به خاطر اینکه من اصلا از اولش از این ماسک‌های یک بار مصرف استفاده نکردم، واقعیتش به خاطر محیط زیست و به نظر من خیلی ما فاجعه بزرگی با همین کرونا به محیط زیست وارد شد و فاجعه بزرگی هم ایجاد شد. نمیدونم حالا بعداً چه کارهایی میشه براش کرد، ولی زمین و زمان ماسک بود و به خاطر همین من چون ماسک پارچه‌ای استفاده می کردم احساس کردم که این ماسک چون مدت طولانی روی صورت من میمونه و من برمیگردم خونه، حالا یه چیزی لازم دارم میخوام برم بیرون، دوباره همون ماسک رو استفاده میکنم. این جوش هایی که من به خاطر اون بود، به خاطر این شروع کردم هر چند تا ماسک گرفتم که دم دستم باشن و اینا رو هر دفعه که اومدم خونه شستم، یعنی موقعی که دم دستم میشورم ماسکم شستم گذاشتم خشک بشه، اگه رفتم بیرون حتی اگه 5 دقیقه یه ماسک دیگر رو برداشتم و اونو دوباره میشستم. این خیلی این کار خوب کمکم کرد. به غیر از اون من با این کف شستشو بگم خیلی کمکم کرد، یعنی اولا اینکه پوست رو خشک نکرد چون من پوستم خودش خشکه و اینکه احساس میکنم جای جوشکارم خیلی برد و کمک کرد که خیلی تمیز بشن. حالا من عکساشون رو اینجا بزرگتر براتون میذارم که اگه بخواین، حالا این برای پوست‌های چرب و چیزای دیگه هم داره، ولی من از این خیلی راضی بودم، اینو میذارم کنار. دومین چیز که من الان بیشتر از 5 سال من اینو دارم، این یه دستگاه شستشوی صورته که درجه های مختلف دارم، شارژ نداره، من نمیتونم نشونه تو بدم. یه دونه میزنی یواش میچرخه، دوتا میزنی خب بیشتر میچرخه. مال کیوت اسکینه و مال ایرانه، یعنی من از ایران خریدم، مال یک شرکتیه که خودش تولید میکنه تا اونجایی که میدونم و من خیلی راضی بودم، یعنی نسبت به اون پولی که دادیم واقعا ازش کار کشیدم. هم خوش دسته، هم راحت شسته میشه و چند تا سر داره، الان سرهای دیگه هم نشونتون میدم. این سریه که وقتی جوش دارید، این سری که ازش استفاده میکنید. بقیه سرهاش هم اگه اصلا جوش نداشته باشید این سر را استفاده میکنید. این سنگ پاشه، این برای بدنه و این هم برای پوست هایی که مشکل های پوستی دارن که باید حتما سکراب بشه و پوستشون برداشته بشه. از این هم خیلی راضی بودم. الان که دیگه تابستون شد یکم پوستمون چون میسوزه من دیگه از این استفاده نمی کنم، ولی اون دوران خیلی استفاده کردم ازش و نتیجهش هم دیدم. چیز دیگه ای که خیلی، یعنی این بیشتر از 10 سال من همین یه تیوب با مامانم برام گرفته بود اون موقع و دیگه پیدا نشد، ضد جوش خیلی خوبی بود. چند تا گیاه داره، روغن درخت چای هست که این خیلی کاملا جوش ها رو خوش میکنه، یعنی یک روغن یکی اگه از عطار بگیرید روی جوش که بزنید کاملا خوش میکنه، یعنی میبینید که خوش شد پوستش میریزه. حالا عکس اینم میذارم اگه پیدا کردید که بگیرید، چون یه کوچولو استفاده میشه و میگم من سال هاست دارم از این استفاده میکنم. تو این دوران این دست راست من بود، واقعا شب میزدم روی جوشم یا همون لحظه میزدم، یه ساعت میگذشت میدیدم که واقعا اون التهابش رو جوشه رو گرفت. این خیلی کمکم کرد و
کرم دیگه‌ای که خیلی کمکم کرد، این کاملا التیام دهنده زخمه، یعنی اگه یه زخمی دارید درستش می‌کنه. جوشم چون یه جور زخمه جاشو خیلی بهتر کرد. این کرم ضد آفتاب داره این مارک، کلا روی چیزای پوستیه. همونجوری که می‌بینید تا اینجاش استفاده کردم، خیلی به دردم خورد و بعد از این که مثلا پوستمو می‌شستم، جوش‌ها رو اسکراب می‌کردم، اینو می‌زدم و این خیلی کمک می‌کرد. حالا برای مو روغنی که استفاده کردم، بذارید شیشه‌شم بیارم. یه روغن هندیه که خانمای هندی به موهاشون میزنن از سالهای گذشته. توی ونکوورم خب هندی خیلی زیاده زندگی میکنه، به خاطر خیلی راحت پیدا کردم، ولی فکر کنم توی عطارا هم بتونید پیدا کنید. من از آمازون گرفتم. 500 میله و توی همچین ظرفی میاد و من ریختمش توی یه ظرفی که بهش بتونم اسپری کنم، به خاطر اینکه اونجوری که من خوندم توی آدمایی که از این ویدیو گذاشتن یا حتی در موردش نوشتن اینه که جاهای دیگه مثلا این قسمت‌های پیشونی تام اگه بخوره مو در میاد، به خاطر همین اسپری خیلی بهتره. اون چون کلش هیچی نداره و کاملا اولا هدر میشه، بعد نمیتونید کنترلش کنید. من ریختم توی این اسپری و خیلی استفادهش میکنی، یعنی میتونید مثلا چند نفره با دوستاتون بگیرید و استفاده کنید، خیلی هم ارزونه. اینجوریه که میزنید به موهاتون و ماساژ میدید. اگه بتونید یکم گرمش هم کنی خیلی بهتره، میزنید به موهاتون ماساژ میدید و حالا هر چند ساعت که بتونید نگه دارید خیلی بهتره، ساعت طولانی نگه دارید، نگه میدارید و بعد میرید به همون شامپوتون میشورید، ولی موهاتون هم نرم میشه، هم کمک میکنه که موهاتون بلند شه، این قسمت های موتون سالم شه موهاتون. روغن خیلی خوبی بود که میخواستم بهتون بگم. حالا اینکه من چجوری اینا رو استفاده میکنم، توی همون ویدیویی که میخوام براتون ماسک پوست رو نشون بدم، یه ماسک دیگه یه مو هم نشونتون میدم که اینم کنارش بهتون میگم چجوری استفاده کنید. و در آخر از نادیای عزیزمم تشکر میکنم، به هم گفتش که توی ویدیوی قبلی حتما گیاه آلوورا بگیر، جای جوشاتو زودتر خوب میکنه و رفتم خوندم دیدم واقعا همین جوریه و خب گیاه آلوورا به چه چیزی بده، یعنی خیلی خواص داره و گرفتم. میتونید کوچولو کوچولو ببرید و از ژل توش به پوستتون، موتون، حالا هر چیزی، به بدنتون، جای زخمتون بزنید و خوب کنه. اینم گفتم بهتون نشون بدم. و یک کمردردی اومده که من واقعا منو اسیر کرده، که من حالا ماساژ رفتم، تراپی رفتم برای کمرم، ولی یه چیزی که منو خیلی کمک کرد کمردردم بهتر بشه و حالا وقتی پریود میشید، درد شدید دارید یا یه جایی مثلا ورزش شدید کردید، کوفته شدید، این بود. این البته یه جوری ساخته شده که شما بذارید روی گردنتون به این شکل و سنگینم هست. حالا چجوری کار میکنه این؟ این توش دونه های برنجه و حالا شاید یه چیزای دیگه هم داشته باشه، ولی تا جایی که من میدونم دونه های برنجه. اینو به این شکل تا میکنید، میذارید توی ماکروویوتون به مدت 5 دقیقه و این داغ میشه تقریبا یه نیم ساعت 45 دقیقه این گرمه و شما میتونید با این برید توی ته، بذارید رو گردنتون، بذارید پشت کمرتون، بشید تلویزیون نگاه کنید، زانوتون درد میکنه بذارید روی زانوتون. بعد و این که میتونید با این برید توی تخت خیلی خوبه، چون با کیسه آب گرم یا تشک برقی آدم میترسه، نگران میشه بره، با این راحت میتونید برید و تا صبح یک خواب عمیق همراه با یه گرما بکنید، مخصوصا روزهایی که پریود هستید و درد شدید دارید خیلی خوبه. این یعنی جزء چیزایی که عجیب دوستش دارم، خیلی به دردم میخوره. و چیز دیگه ای که من و همسرم گرفتیم بعد از این یکم کمر در من، این تفنگ ماساژ بهش میگن، دستگاه ماساژه که توی یه ظرف این شکلی اومد، میذارید شارژ میشه و سرهای مختلف داره، مثل این سر، مثل این، مثل این که به این حالت ماساژ بدید، مثل این، و شما این سر رو میذارید روی این قسمت و دکمه داره، روشنش میکنید
و به این حالت حالا هر جایی رو که میخوای ماساژ میدید، مثلا خیلی هم خوب ماساژ میده. درجهش رو هم میتونید تا 5 درجه ببرید بالا و بهتر از هر چیزی این برای سلولیت خوبه. یعنی به نظر من، یعنی من قشنگ نگاه کردم، میتونید مرتب اگه انجام بدید سلولیت هاتون رو هم کاملا ببره. و توی این دورانی که من نبودم، من یه دستگاه قهوه داشتیم خونمون که هر روز ما با اون قهوه درست میکردیم. یک روز این کلن کار نکرد و دیگه ما رفتیم دنبال دستگاه قهوه بگردیم، بعد خواستیم پسش بدیم، فیشش رو پیدا نکردیم. خلاصه یک ماجرای طولانی شد، ولی رفتنش خیلی خوب شد به خاطر اینکه ما دو تا دستگاه قهوه گرفتیم. بعدش یه دونه دستگاه اسپرسو، یه دونه دستگاه همین قهوه ساز معمولی که اونم لینکش رو اینجا براتون میذارم. حتما براتون قرار قهوه های کافی شاپی خیلی خوب براتون یاد بدم با اون دستگاه. دیگه دستگاه اسپرسو دارم و راحت میشه خیلی چیزا رو یاد داد. از این دستگاه هم خیلی راضیم، خیلی دستگاه راحتیه، هم تمیز شدنش هم قهوه درست کردنش و اینکه پشت سر هم به شما اسپرسو میده، یعنی لازم نیست که منتظر بمونید دستگاه گرم شه اسپرسو بعدی رو بگیرید. و اینکه دستگاهیه که نمیخواد از این قرص ها داشته باشید، چون من به هیچ عنوان از اون قرص ها نمیخواستم، ولی به نظر من به خاطر یک لیوان قهوه یه آشغال تولید کردن یکم برای من منطقی نیست، به خاطر همین منوئل. ولی خب قشنگه اگه دوست داشته باشید که مثلا از قهوه ها سر در بیارید و یاد بگیرید، میتونید یک کتاب بگیرید و با این شروع کنید قهوه های مختلف کافی شاپ ها رو درست کنید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه، براتون مفید بوده باشه. اینها چیزهایی بود که واقعا توی این مدت من مکررن استفادهشون کردم و ازشون راضی بودم. تا ویدیوی بعدی، تا جمعه بعدی ازتون خداحافظی میکنم و ممنون از همه حمایت هاتون. خدا نگهدار.